سلام و درود محمود مهر علیان هستم بریم سراغ درس یازده یه درس فوقلاده که اسمش انفسیسه ولی در واقع میخوایم در مورد اینورژن و فرانتینگ صحبت کنیم مثلا سطح درس رو میبینید اسما رو میبینید انفسیس یعنی تاکید کردن خب یعنی ما میخوایم یاد بگیریم که چطور توی صحبتمون البته این درس خیلی خیلی فرماله و توی نوشتاری استفاده میشه توی نوشتارمون را یا رایتینگمون در واقع چطور میتونیم تاکید کنیم روی چیزها این درس اه، اه، اولین درس از سری انفسیس هست یعنی دو تا سرکول یعنی قسمت بعدیش هم میریم سراغ انفسیس یعنی های دیگر این در سمت اینورژن و فرانتینگ هست حالا باهاش آشنا میشیم ولی بدونید که یکی از دیگه الان در قله گرامر پیشرفته قرار داریم در خدمتون هستیم خب به مشا از اینورژن شروع میکنم خب اینورژن اینورژن اصلا یعنی چی اینو خواستم شفایی بگم چون که ما تو درسای مثل not only but also کامل توضیح دادم این ورژن رو که علاوه ساختاری چطور ولی الان نگران نباشه اگه ندیدید حتما ببینید بعد از این ویدیو ولی شفاهی بهتون میگم ولی اونجا با اسلاید کامل توضیح دادم که این ورژن چطور است ولی الان روشنتون میکنم نگران نباشید ببین بچه این ورژن اسمش اینورت از اینورت میاد خب حالا یعنی چی چی اینورت میشه وقتی که یک آگزیلری خب میاد قبل از سابجکت قرار میگیره خیلی راحت مثلا حالت ساده جمله مثلا I have seen this movie خب I میشه سابجکت have که برای present perfect have seenه یه تیکه از اونه auxiliary میدین فعل کمکی مونه بعد از سابجکت میاد دیگه درسته به صورت طبیعی I have seen this movie I am running این امه آگزیلری مونه حالا این آگزیلری ور داریم بیاریم قبلش میشه am I running have I seen? این میشه inversion در واقع invert که میگن اینه داستانش حالا چطور به وجود میاد چطور پیدا میکنیم کافی که اون جمله رو سوالی yes و کنید یعنی سوالیش کنید اولین کلمه میشه اون آگزیلری شما که باید اینورتش کنید قبل از قرار بده اینم شیوه پیدا کردن این ورژن مثلا خب uh, I have seen this movie اینو سوالیش کن Have I seen this movie have اومد اول جمله پس اون هو رو ما میخوایم بذاریم قبل سابجکت درسته؟ Uh, کلا داستان این ورژن ولی بازم اگر حس میکنیم که بیشتر میخواید بدونید uh, ویدیوی Not Only But also رو که توی این سری گرمر uh, گرامر پیشرفته هست حتما نگاه کنید خب اما این درس چون این رو حالا علاوه مکانیکی و ساختارش توضیح داده بودم میخوام بهتون بگم حالا دیگه کجاها استفاده میشه چون تا اینجا ما فقط توی ناتولی بادالسو یاد گرفتیم که اینورژن استفاده کنیم یه هم توی نور بود توی فنبویز این توی درس اولمون هم هست یعنی میتونید هر دوش رو مراجعه کنید کامل اینورژن رو توضیح دادم وقتی بهش میرسیم به نور و یا ناتولی بادالسو میرسیم اما اینجا دیگه نمیخوام مکانیکی توضیح بدم که چطور ما پیدا کنیم آگزیلری رو بیاریم اما نه میخوام بگم که کجاها اصلا از این استفاده میکنیم چون دوتاشو گفتیم الان هم دیگه هر جای دیگه هست دیگه در شما در بهتون بگیم که کجاهای دیگه میشه از این تکنیک استفاده کرد یه نکته دیگه هم ب... بهتون بگم که شروع کنیم درس ببین بچه اینورژن رو شما تو رایتینگتون دیگه یه بار بیشتر استفاده نکنید اصلا یعنی تکرار این موضوع اتفاقا خوب نیست چون خیلی گرامر پیشرفته ایه یه بارش عالیه نشون میده که شما بلدی ولی تکرارش از اون حالت عادی خارج میشه نوشتتون چون این یک فن ادبی هست هی دیگه هی این ورد کنی این ورد کنی از حالت طبیعی نوشتتون خارج میشه یه بار ولی فوق است حتما تو رایتینگتون یک بار رو حتما استفاده کنید این همین که کجاها میتونیم استفاده کنیم و از اون مهمتر تو ریدینگ آیاس میبینیم اینو زیادم میبینیم و اگر ندونیم این اینورت شده چپچوله یعنی میریم تو دیوار قشن برای فهم مطلب شروع کنیم تو جاهایی که never داریم rarely داریم seldom و هاردلی ever ما میتونیم اول جمله یکی از اینا رو بذاریم و ادامهش رو اینورت کنیم یعنی در واقع بعد از اینها بعد از اینا ما آگزیلری بیاریم A-U-X okay? خب never auxiliary never have I seen such a beautiful sunset تحکید دارم می که ندید هرگز من ندیدم همچین سانست بیوتیفوله همچین گروه زیبایی رو rarely do we have snow in this part of the country. Rarely do we have snow here. پس اینجا دو چرا اومده چون جمله مو سیمپل پرزنته. مثلا I go out. اینجا بخوام اگزیر پیدا کنیم جمله رو سوالی کنید. Do I go out? درسته؟ He goes out. Does he go out? Okay. پس دو داز میشه توی سیمپل ها. و اینجا هم بلا فاصله بعد از این کلمات میاد. Rarely do we have snow in this part of the country. Uh twin resmatas kesvaramodrat mom barf dodim. Seldom does he arrive late to meetings. Benodrat dear miod to Jalasot. Ina a benodrat, okay? Never. Never kim Shahagas. Rarely, seldom, hardly ever. The mana benodrat. hardly ever does she complain about her workload. بار کاری. Workload. خب. پس میگه که به ندرت شکایت میکنه از حالا بار کاریش. بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا ها میاد با این عبارت در واقع من تو این دست میخوام شما رو با عبارت هایی که میتونیم بعدش اینورت کنیم آشنا کنم Under no circumstances بازم میگم MS وسطش چیزی نیست بچه های نوشته رو خیلی سوتی میدن Under no circumstances یا yeah. by no means یعنی این در به هیچ وجه اینا همه به معنی به هیچ وجه by no means in no way at no time که البته میشه در هیچ یعنی تاکید داره که این عمل سریع انجام میشه حالا تو جمله باز میبینیمش نو که مشخصه دیگه خب under no circumstances auxiliary should you approach the wild animals در هیچ شرایطی شما نباید میبینید این حالت معنیشو منفی میکنه دیگه اما جملهمون منفی نداره ها یعنی not اینجا نداریم اما اینجا داریم متوجه شد حسمیم under no circumstances مثلا you do that این in inverts in نبوده مثلا یعنی شما تحت شرایطی اونو انجام نده اوکی okay? بسیارم درست گفتم یا نه under no circumstances you don't do that you do that خیلی یعنی عجیب بود مثالی که زدم ولش کنیم همینجا رو بگیریم من همیشه میگم همیشه همون چیزی که هست رو یاد بگیریم خیلی فراتر نریم و مغز... چیز ذهنمون منحرف میشه anyway, همین یاد بگیریم پس نکنید شود ما من منفی نمیگیره پس تو این عبارت ما من منفی ساز نداریم نات نمیذاریم این ورد شدهش حد اول under no circumstances should you approach the wild animals by no means will I tolerate any form of disrespect یعنی هیچ جوره من tolerate نخواهم کرد ببین حالات منفی نداره ولی معنی منفیه uh, منفی گرامریه uh, by no means will i tolerate any form of disrespect هیچ جوره هر فرمی از بی احترامی رو من قبول نخواهم کرد یا تحمل نخواهم کرد به نوشتنش هم دقت کنید in no way Did she mean to offend anyone with her comments he jure نمیخواست مین تو نمیخواست خواستن قصد داشتن نیت داشتن نیت نداشت نمیخواست قصدش رو نداشت که کسی رو اذیت کنه توی حرفاش تو کامنتاش at no time did he suggest that he was quitting his job خب گذشته است آگزیلری ما منفیه یعنی هیچ وقتی اون سجست نکرد که یا نگفت تو حرفاش که داره پس هیچ وقت هیچ موقع مثل نیوره سجست هی وز کویدنگ هیز جاب Nowhere in the world have I felt more at peace than in this cabin. to دنیا؟ به آینه حس آرامش بیش از این نداشتم فارسی چجوری میشه اندازه این سکلود بچه سکلودت یعنی ریموت یعنی دور افتاده و بلیس ریموت نزدیک ترینش باشه،, باشه دنج دنجی که ریموت دست نخورده است تو این کابین کب... هم که میشه کلبه تو این کلبه دور افتاده هیچ جایی تو دنیا مثل اینجا برام آرامش بخش نیست چه جملایی خب با only okay only followed by adverbs or adverbial or prepositional phrases adverbial یا adverb uh, phrases و prepositional phrases رو توی uh, درس adverb uh, classes نمی uh, کنم شیشم یا هفتم بود به حال توی عکسش کاورش میتونید ببینید تو اون توضیح دادیم Uh, برای آشنایی بیشتر حتما اون درس رو نگاه کنید اما میگه که بعد از اینا باید adverb یا phrase بیاد بهتون میگم چیه حالا only in, only in, only after, only by, only recently در واقع این only است که این مسط مهمه و میبینید این مثلا یک پرپوزیشنه از phrase و clause که جلوش میاد prepositional clause اینم هم همینطور اینم هم همینطور اینم هم یه جور قیده دیگه ادوربه خب only in Africa فقط تو آفریکا have I seen such diverse wildlife okay? یعنی فقط تو آفریقا من همچین wildlife زندگیه، حالا این زندگی وحشی نمیدونم میشه ترجمه کرد یا نه Uh, حیات وحش بهتره به نظرم حیات وحش به این گوناگونی رو دایورس رو همچین دایورس رو فقط تو آفریقا دیدم only after the exam دوید only after the exam only by only recently uh, در واقع این اونلیه که سرجاش هست بعدش میتونی با یکی از این only after the exam did I realize how much I had studied بعد از اون من متوجه شدم که چقدر خوندم بعد از امتحان Only by studying hard can you succeed in your academics مشخصه دیگه ها Only recently همین اواخر have I started to appreciate the beauty of nature همین اخیرا من یاد گرفتم یا شروع کردم به appreciate کردنه زیبایی نیچر اپریشیت که یعنی دیدن پسندیدن گذار بودن و برای چیزی خوشحال بودن حالت بعدی سو به علاوه ادجکتیو یا ادورب یا ساچ ببین این سو اینجوری حالا تو مثال مشخص تر میشه یا ساچ که با بی میاد که بیه میتونه توی دیفرنت تنس باشه و بعدش ناون یا ناون میاد چقدر پیچیده شد و دت کلازه اینجا مهمه بذاری تو مثال بگیم so beautiful اینا no. ها adjective so beautiful was the sunset ببین so adjective was اینجا بیه ماست بسید من لیزر رو بیارم که متوجه so adjective یا adverb از adjective بداریم was The sunset that we couldn't look away. Okay, yeah, formulation Julian. So fast did the car drive that it startled the pedestrians. Fast adverb. So fast the car drive, uh, the car drive. میدونی چی میگم adjective باشه بیه فعل ما adverb با بی معمولا نمیاد دیگه چون درایو اینجا داریم پس اینجا adverb پس so fast فعل ما حالا به این بی فکر کنیم فعل دیگه است yes. the car drive اینجا هم فکر کنم جزء این نونه باشه that it started the pedestrians شوکه کرد یعنی اینجا ترسون pedestrian ها آبرین پیاده آبرین پیاده اوکیه okay. جا افتاد براتون خب هایلایت خب بریم سراغ ساچ such. such is بچه فکر میکنم من یه ذره این فرموله بالای جا به گفتم غلط نبوده ببین این این ساچه با بی میاد این ادجکتیو با فعل مرتبط ادجکتیو با بی وربم با یک فعلی که غیر از بیه اوکی متشابه شد ساچ ولی همیشه با بیه Such is the power of music in a nounmost, yeah, noun phrase The power of music, such be the power of music, that it can evoke strong emotions. cheninast, odrate musiri ke mitune. حس های استرانگ رو ایوک کنه تحریک کنه بر بیانگیزه such was اینجا هم که گفته was میتونه توی different tense باشه دیگه اصلا تنسو ما اینجا مشکل نداریم هر تنسی میتونیم استفاده کنیم such is such, such was such was her determination that she overcame every obstacle in her way بچه دقیقا توی که از این uh, متنای IELTS با such ایزی و such was شروع کرده بود یادم نمی فهمم کتاب 11 باشه 11 ریدینگ پسج دومش بود تست یک پسج دومش اون هم که درست گفته بشم ولی قشنگ با این شروع شده بود such was یا such is فلان and such is فلان that بعد همه می این چیه دیگه می خیلی مهمه such was her determination that خب چنین بود determinationش ارادهش یا ازمش حالا عجیب. Uh, that she overcame every obstacle in her way هر her اپستکلر به بنویشنش دقت करिए مانع هر رو در سر راهش اوورکم و overcome می‌کرد ازش رد می‌شد حلش می‌کرد such will be onema yanda such will be the impact of this decision that it will shape our future چنین خواهد بود اثر این decision که it will shape our future یعنی آیندمون رو شیپ میکنه شکل میده خب اینم از این خیلی قشنگ بود پس so با adjective یا adverb that adjective مبلا با بی میاد adverb با فعل مربوط به جمله مون هرچی میتونه باشه و that بعدش میاد کیف میکنید دقیقا میتونه no sooner than یا hardly when haja it describes two actions happening close together دو تا اکشنی که چسبیده به همن یعنی uh, نزدیک به هم رخ میدن حالا تو مثال no sooner had she ببین invert داریم had she اینجا had اومده قبل از she ببین invert no sooner had she finished her meal than The phone rang. سبحان الله. یعنی تازه غذاش رو تموم کرده بود که تلفن زنگ زد. No sooner did she uh, did the sun did, she, did the sun rise than the birds began to began to chirp. یعنی تازه خورشید لو کرده بود پس نو no سونر اینجا آگز اگزر میاد قبلش یعنی اینجا اینورت داریم و یک دن داریم که اتفاق بعدی به فاصله خیلی نزدیک اتفاق افتاده خورشید اومد بالا بلا فاصله پرندگان چیرپ کردن جیک جیگ کردن صداشون در مند. پس نو سونر دید the رایز دن دو بردز بگن در گذشته است تازه قروب کرد نه ببخشید طلوع کرده بود که برنامه‌گان خوندن hardly had he sat down to rest when hardly با when میاد when the doorbell rang تازه اومد بشینه زنگ خورد زنگ در خورد زنگ در زنگ خورد اوکی okay. hardly اینجا اینورت داریم و ادامه جمله و با ون اتفاق بعدی رو معرفی میکنیم بالایی نو سونر با دن اتفاق بعدی رو معرفی میکنیم hardly had she closed her eyes when the alarm clock went off تازه چشماش رو بسته بود که لانگ کلاک بچه یه نکته ونت آف خاموش شدن نمیشه خیلی نسوتی میدن ونت آف یعنی صداش در اومد تازه یعنی الارم uh, اجیر صداش در اومد برای آژیر استفاده میکنیم برای صدای تلفن استفاده میکنیم موبایل it ونت آف یعنی صداش در اومد نه اینکه خاموش شده اشتباه نگید پس هاردلی هاد شی کلوز آیز ون دی الارم کلاک ونت آف اینم Not only but also هم هست که من این رو کامل و مشخص توی ویدیو جدوانه توضیح دادم حتما ببینید اینجا هم اگه دوتا جمله کامل داریم اون اولی اینورت میشه She is not only intelligent but also very creative ایچی این ایچی اصلا این ربطی نداشت The movie was not only entertaining خواهی دوتا مثال با not only but also بود اینورت توش نداشتیم این ولی که اینورت میشه همینو بزر بگم Not only میاد اول جمله پس این not only میاد اول جمله اینو اینورت کنید she is intelligent سوالی کنیم is she intelligent پس not only که اینجا اومد یه دونه is میاریم she not only is she ادامه ماجرا intelligent but also جمله کامل بچه ها but also very creative غلطه ها but also جمله کامل چرا؟ چون اینجا هم ما جمله کامل داریم اینا هیچ وقت توی not only but also یادتون نره جمله کامل کامل اجکتیو اجکتیو ورب ورب ناو ناو هر چی این برای این برام باید باشه پس شد not only is she intelligent but also she is very creative جمله باید کامل باشه خب the movie was not only entertainment خب uh, این پس قاعدتا was درسته سوالی so, yes no میاد اول was not only میاد اول was the movie entertaining but جمله کامل میخوایم it was also thought provoking نه تنها entertaining بود سرگرم کننده بود بلکه thought provoking هم بود یعنی آدم به فکر فرو بود خیلی صفت خوبیه رسیده شد not only but also یکم تو فارسی و انگلیسی فهم کنه ما تو فارسی میگیم نه تنها آدم بدی نیست بلکه آدم خوبی هم هست میبینید یعنی یه دونه یه منفیه نه تنها این برج کوچیکی نیست بلکه خیلی هم بلنده درسته اما تو انگلیسی اینطور نیست دوتا دو تا در راستای همه هم بلنده هم مثلا گرونه هم خوش است هم قد بلنده هم زشت هم اسکله مثلا خب بعد اینا هم معنا باشن در راستای هم همدیگه کامل کنن منفی مثبت نداریم الازه گرامری میگم ها الاز معنایی هم همینطور منفی منفی نه تنها این منفی رو نداره این منفی هم داره و تو فارسی من باز گفتم نداره میگن که این هم اینو داره هم اونو داره حالا منفی منفی مثبت مهم در راستای هم باید باشن خیلی مهمه خیلی همین ناتانی بالاسا همینجوری قاطیش میکنم اون ویدیو رو ببینید حتما فکر میکنم بتونم توی دیسکریپشن براتون لینکش رو بذارم خب داستان یعنی این شروع میشه پس با لیدل ما شروع میکنیم اینجا یه دونه بذار با مثال بریم جو لیدل یه اینورژن داریم لیدل داز شی نو نو یا think یا realize یا هر هر آنچه که معبود به این چیزا هست ادامه ماجرا با معمولا that میاد یا نمیادم مشکلی نداره مثلا little does she realize یعنی she certainly does not realize little does she know یعنی نمیدونه که تاکید رو که حواسش نیست نمیدونه Little does she know that we are planning a surprise party for her birthday میگه کم میدونه که that این data بچه واجب نیست اما به جمله و... این چیزی که ما میبینیم think that know that realize that قدرت هم میاد تو جمله ها جزو فرمول نیست ولی میاد معمولا خب Little does she know یعنی نمیدونه که we are planning a surprise party تلفن من زنگ زد به برشت الو سلام و درود خوبی من میتونم به زنگ بزنم وسط زبط فکر میکنم صد و شیشه ببشت خدا نگرد ببخشید برنامه زنده است اینا پیش میاد خب little, does, little did he realize that his simple gesture would make such a big impact خب بزن من اینو بکنم که زنگ نخوره، خب قد شد معمولا این کار میکنم

بزرگی ایجاد کنه اثر بزرگی داشته باشه little do they understand نمی فهمن که یا آه ببشت little do they understand the effort that goes into organizing an event like this little do they understand the effort اینی اصلا نمی فهمن که چه تلاشی برای ارگنایز کردن همچین پدیده یا همچین ایونتی میره چه تلاشی براش میره مشهدی گفتم تلاش میره چه تلاشی براش چی میشه خرج میشه کشیده میشه نمیدونم ولشو متوجه شد دیگه little did she suspect that اصلا سسپکت نکرد که ببین حالتو منفی میکنه ها یعنی مشکوک نشد که her words would hurt him deeply حتی به اینم شک نکرد که بابا کلماتش would hurt him deeply ممکنه اونو یعنی اینو برنجونه یعنی رنجون و اینم نفهمید Little do they appreciate the value of teamwork in achieving success. خب اینم مشخصه پس نکنین لیدل داریم اینجا این ورد داریم ادامه ماجرا چی به معبود به داستان هست یعنی میگه که اونا اپریشییت نکردن ارزش یعنی درک یا آم... قدردان ارزش تیم ورک در به دست آوردن سکسس نشدن یعنی وقتی که سنگین میشه ترجمهش هم یه ذره میپیچه <clears throat> in sentences beginning تو جمله که با شروع میشن not until یا only if یا only after و علاوه ادامه ماجرا کلاسمون درسته و نکتهش بچه اینجاست the inversion is in the second clause بچه اینورژن ما یه قسمت بعدیشه نه تو اینایی که اینا داره نه تو جمله یا کلاسی که اینا توش هست تو بعدیشه این خیلی مهمه ها باشه not until she finished his homework in class mass, she finished his homework not until she finished his homework did he realize how much time had passed من شی گفتم هی بباشت پس سابجکتم یکیه پس we get, not, on, not, until he finished his homework did he realize how much time had passed. یعنی تا لحظه ای که هومورکش رو تموم نکرده بود متوجه نشد که چقدر زمان گذشته ببینید یه حالت منفی میده و اینجا مثبت ها فقط اولش ناتانتیل همه رو منفی میکنه Only when, pasnakon yedna only, bahlava ye when darim, only after darim, only if am darim. Only when the sun went down, bacha only when am hasa, if, after when, only if, only after, only when. Only when the sunset went down, in am Clause. badye mast, in jeba inversion shur Did they start the campfire? campfire? Okay. دقیقا وقتی که خورشید رفت پایین غروب کرد اونا شروع کردن یعنی آتیش روشن کردن کم فایر روشن کردن اوکی؟ این هم برای اکشن ای که چسبیده به به مفهومش خیلی بستگی داره Not until she heard the results okay. Not until داریم کلاسمون به صورت عادی دادیم و کلاس بعدی با اینورژن Did she believe she had won the competition? یعنی تا وقتی که ریزالت رو نشنیده بود باورش نمی شد که She had won the competition که برده بود competition of past perfect بچه Only after the guests had left Did he notice the mess they had left behind؟ پس دقیقا به محض اینکه که ها رفتند اون متوجه این گندی که مهمون ها زدند زده بودند left behind یا خوش سرشون به جایی گذاشته بودند شد Not until هی received the diagnosis نه تا اونجا تا اینه بذار دمشون understand the seriousness of his condition؟ یعنی تا وقتی که این دایگنوز نشده بود تشخیص پزشکی داده نشده بود بذار یه رو یه معنی کنیم میگه دقیقا وقتی که تشخیص پزشکی داده شد فهمید که چقدر شرایطش جدیه متوجه شد بچه ها معنی شد هم میتونید منفی اونوریش رو بگیم هم میتونیم مثبت اینوریش رو بگیم اوکیه؟ اوکی شد اگر متوجه نشدید بزنید فقط چند بار با به معنیش تفکر کنید و فکر کنید که براتون جا بیفته بچه اینا درست شاید استفاده کردن سخت باشه میدونم اما وقتی بدونید تو ریدینگ میبینید یعنی داستانی که ما داریم بیشتر با ریدینگه حالا خودتون من گفتم یه بار استفاده کنید تو رایتینگ و البته اگه استفاده کنید یه جامپی توی نمرتون صورت میگیره ولی بیشتر وقتی باش آشنا بشیم که هندل میکنیم معنی و مفهوم تکس خب بریم سراغ فرانتینگ بچه فرانتینگ چیه نکنه اسمش هست دیگه فرانت بذارین رنگ و عوض کنم خب خب فرانتینگ چی هست ببین فرانت دیگه فرانت این با این ورژن فرق میکنه پس ما به پسمون تاکیده درسته ما میخوایم صحبت کنیم که چطور میتونیم تکی تو جمله ها رو انجام بدیم یکیش اینورژن بود که کجاها اینورت میشه یه دونه هم فرانتینگه فرانتینگ یعنی اون چیزی که برامون مهمه رو میاریم میذاریم جلو همین یعنی اینورژن پس نمیشه لزوما ما داریم جا به جای کلمات رو تو جمله بررسی میکنیم خب حالتش اینه یا ادجکتیو میاد یا ادورب میاد که با دو همراه هست از verb-phrase. حالا، یکم سخته. دو یا as. حالا. Tired though she was, she stayed up all night to finish the project. یعنی yani, although she was tired. متوجه شد اوکی اوکیه؟ پس با although، شما میتونید یه این برده بشنید. پس وقتی که although داریم، even though, although، می‌تونید بعد از Adjective یا Adverb استفاده کنید. Although she was tired، می‌گیم tired though she was. She stayed up all night to finish the project. با اینکه خسته بود، بیدارمون که پروژهر تموم کنه Brave as he is. پس دوباره Adjective داریم و این دفعه با As. Brave as he is, he still gets nervous before giving a speech. هر چه قدم که brave یا although he is brave، این هم به معنای although اینجا، although معنی میده. با اینکه که هنوز نرویس میشه وقتی میخواد سخنرانی کنه. Give a speech میشه می سخنرانی کردم. Excited as I am, I still need to focus on my work. پس نکنید این in-fronting این ساختار، به معنای although با اینکه یک مغایرتی رو میخواد نشون بده Excited as I am, I still need to focus on my work. هنوز نیاز دارم که برای فوکس کنم رو کارم. Adjective as handsome though he may be. فعل ما هم زمانش مهم نیست. بس این به جمعه هم داره. Maybe. He lacks confidence in social situation. اینکه خیلی هنسامه خوش تیپه کانفیدنسش uh, کمه خب یعنی اعتماد به نفسش تو سوشال سیچویشن کمه بزی از شی شی always فینید فینید چیه فایند تایم تو هلپ آدرز خب اینجا ادورب نداشتیم بچه ها من سعی میکنم ببینم مثال مثال بزنم ولی نه مشخصه دیگه مثلا میگیم fast as this car goes fast as he drives یعنی با این که خیلی سریع میره he is very careful مثلا این هم یه مثال adverb با though یا as پس adverb با though یا as adjective با though یا as بعدش هم که web phrase ما یعنی داستان بعدی شروع میشه web uh, phrase ما بچه um, بلش کنید این پترن رو فکر اینجوری نگاه کنیم بهتر می‌خوام گیجتون نکنم خود مپ منظور باز کافی سنگین است خب present or past participle تو فرانتینگ بعضی وقتا می‌بینیم که تو جمله مثلا عجیب با این شروع میشه present و past participle دقیقا تو درس گذشته ما در مورد participle ها صحبت کردیم نگاه کنید حتما درس ده خب این present participle ماست sitting outside the cafe was her old friend بازم تاکید میکنم اینجا لزومن این ورژن نیست و تموم شد آتی نکنید میگه که sitting outside the cafe uh, the was her old friend fronting چی رو جلو کاری که داشت انجام میداد پس یادتون باشه uh, توی participle uh, phrase ها ما یک داستان رو بزرگ اینجا براتونم یک سبجکتی uh, داریم که یک ورب یک کاری رو انجام داده اما ما میخوایم به صورت اطلاعات اضافه یک کار دیگه هم که داشته انجام میداده یا روش انجام شده میشه پاست به صورت پسیو به صورت اطلاعات اضافه بدیم در واقع جمله اصلی ما اینه این این کار کرد در حالی که نشسته بود اوکی؟ okay? sitting outside the cafe was her friend. کسی که نشسته یا در حالت نشسته was her old friend بود his اولد old, old friend سیتینگ sitting outside the cafe البته این یکم با این من اینجا که توزده من این uh, participle ها بود اوکی okay? درس قبلی written on the ancient scroll were mysterious symbol uh, مشخص دیگه ها نوشته شده روی اون سکرول باستانی نمیدونم الان اسکرول کردم رفت فکر می‌کنم چی میگید به این لوح اوکی okay. ور uh, Mr... میستر مطمئن نیستم بچا چک کنید اگه و معنیشو بدید که تو کامنت برام بذارید یادم رفت تو بیانس ا ور میستریوس سیمبلز خب انقدر این مپ از سنگین از وکبم گرفت پینتد <laughs> on the canvas was ا beautiful sun, sunset scene. کشیده شده روی کنوس این بود ببین این فعله اوکی چی بود سانست من این توضیح که دادم مرتبط بود یعنی من الان خودم یکم چیز شد بزر آب بخورم مشکل آب بود خب نمکنه این فعل اصلی که گفتم اینه واز آب. این فعلی که به صورت توضیحیه ایناست خیلی هم و اینا هم میتونم به صورت پس پارتیسیپل بیان که نها کنید was written was painted به صورت پسیف طوره was attached خب این ولی وقتی پسیف نباشه و خود اون اکشنه با present میاد اوکی؟ okay? ایوه Uh, attached to his mail is an application form. وصله چیزی که وصله به ایمیلش یک application form. در واقع application form is attached to his email. حالت پرپوزیشن وی اوپن کیج ان اوت فلو د پارت یا اوت ایت فلو خیلی اینو میبینیم تو داستان ها این برای اینکه تاکید کن که رفت رفت که رفت این توتیه رفت با پرپوزیشن ما خیلی میبینیم ات د تاپ of د هیل at the top of the hill یک prepositional phrase یک عبارتی که با پرپوزیشن شروع شده at the top of the hill stood a big castle یک کسل بزرگی بود اینجا تاکید روی اون پوزیشنش روی اون موقعیتشه روی هیل روی تپه یه دونه کسل بود ها نمیدونیم بگیم کسله روی تپه بود روی تپه یه کسل بود. lived an evil giant که داخلش یک جاینت یک قول شیطانی زندگی کرد In the depths of the forest در اعماق جنگل lurked a mysterious creature یک میستریس که یک موجود میستریسی لرک کرده در کمین بود و گوشه موشانش است بود آن the edge of the cliff. On the edge of the cliff stood a figure cloaked in shadows. یعنی کلیف یعنی پردگاه میگم لبه پردگاه یک فیگر یک یک آدمی بود تو فیگر یعنی حالت جه شبیه آدم فیگرش حالا یک فیگری بود یک جسمی بود که کلوکت این shadows یعنی توی سایه ها کلوک شده پوشیده شده بود کاملا ادبیه میبینید beneath the surface of the water زیر سطح آب swam a creature of legend یک موجود افسانه‌ای شنا می‌کرد یا شنا داشت می‌کرد یا شنا کرد ببین چه قشنگه حالت حسی و ادبی بیشتری میده بینید داستان ما متشکرم از اینکه همراهی کردید درس سختی بود خیلی خوشحال میشم که با کامنت و شیر به دوستاتو معرفی کنید ببینید چه درس با بود و خلاصه خوشحال میشم اینتراکشن شما رو ببینم فیدبک شما رو ببینم و ممنونم از همراهیتون